سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای احسان عبدیپور، کارگردان و نویسنده به کتاب باز، خیلی خوش اومدی. آقا ممنونم، خیلی خوشحالم که دوباره اومدم و سلام عرض میکنم به هر کی که از الان به بعد برنامه ما رو میبینه. امیدوارم برنامه خوبی بشه. ارادتمندم، منم خیلی خوشحالم که دوباره اومدین و امیدوارم باز هم و باز هم بیاین، چون که خیلی میخوام ادامه پیدا کنم برنامه‌تون. ما اگه سوال اگه از منه، من دلم میخواد تا هستم و هست یه شعر بود، تا هستم و هست دارمش دوست، یادتون میاد درباره مقام مادر بود. من که دلم میخواد این برنامه همیشه باشه، خیلی بهش دل بسته و علاقه مند شدم. برنامه با آبروی هم شده، خدا رو شکر. خدا خب آبروی برنامه از کجا میاد؟ از مهمانانش دیگه. برای همین من دارم میخواد شما بازم بیاید. مرسی، لطف داری. ارادتمندم. شما مدتی بود که داشتین روی فیلم جدیدتون کار میکردین. موضوع این فیلم تا جایی که حالا لو نره و بشه گفت چی بود؟ چقدر کار کردید؟ الان با این شرایط جدید میخواین چی کارش کنین؟ والا آخریشو نمیدونم، یعنی هیچ کی نمیدونه، نه فقط من ندونم. ولی یه فیلمی کار کردیم همین آذر و دی سالی که گذشت، اسمش هست میجر، که اسم شخصیت اولیه فیلمه. یه حمید فرخ‌نژاد خوبی، امیدوارم یعنی یه متفاوتی ازش ببینیم. خیلی تجربه خوبی بود، چون یادم رفت بگم. مگه فیلمو ساختین؟ بعد من دارم چی میگم؟ من فکر کنم اینا همش مراحل ساخت فیلم. نه، دی و آذری که گذشت. فیلم ساخته شده. این چندمین فیلمتون میشه؟ این چهارمیه. خیلی بده که حالا نمیدونین چی میشه، چه سرنوشتی در انتظارشه. بالاخره یه چیز جهانی دیگه، وقتی یه المپیک عقب میفته که یه چیز بی سابقه. یعنی فقط جنگ جهانی المپیکو کنسل کرد. آره، و اینکه یه چیز جهانی باعث تشفی خاطر هست. آره، یه ضرب المثل قدیمی میگه اعضای دست جمعی عیشه. یعنی وقتی یه اعضای همه گیره دیگه کسی، ببین نسبت آزاردهنده است. وقتی من درگیرم تو داری پیشرفت میکنی، این اذیت میکنه. وقتی هممون با هم به قله بوشهری یا خوسیدیم، یکی از کی بهتره؟ آقای عبدیپور، الان قصه این فیلمو از کجا پیدا کردین؟ اصولا قصه هاتون از کجا پیدا میکنی؟ معمولا باش مواجه میشم، منتها مواجهه ای که از قبل سنسورات باید نسبت به سوگیری داشته باشه دیگه، جهتگیری داشته باشه. همین الان یکی از بچه ها اینجا یه قصه تعریف کنه، ممکنه اصلا من سر یک ساعت دیگه فراموشش کنم و تو با فکر این رانندگی کنی بری خونه و اصلا تصادف هم بکنی از بس که قصه درگیرت کرده. همه اونها حالا نوع پرورش یا نوع بزرگ شدن ما منتج میشه که این، ولی معمولا همشون باشون مواجه میشم. همین قصه ای که الان بهتون گفتم، قصه این فیلم، پلت یعنی بستر اولیه‌اش واقعیت داره و تو زندگی و باش مواجه شدم. حالا اومدم یه قصه ای روش سوار کردم. این سنسورهایی که گفتین، این شاخک‌هایی که گفتین، در مقابل چه جور قصه هایی آماده است که جذب کنه؟ یعنی چه مسائلی روانشناسی، فلسفی، اجتماعی اصلا نمیدونین چی؟ چیزی که به دلتون میشینه، چیزی که دغدغه ذهنیتونه؟ تا روانشناسی میدونم که قطعا نه، چون من اصلا آدم تحلیلگری نیستم. یعنی من آخرین کسی هم که میفهمم که بابا این یارو که رفیقمه داره به من رکب میزنه، اینم باید یکی رفیقام بهم بگه یا برادرم بهم بگه. یهو میگه بابا این آدم ناتو، این تو چرا قباش؟ خب شاید اونا دارن اشتباه میکنن. نه نه نه، بعد میگم راست میگه این ناتو، این نتیجه گیری ناتو بودنه ای به 15 روز زمان نیاز داره، تو چطور بعد یک سال نفهمیدی؟ بنابراین اصلا ذهن تحلیلگری ندارم و نمیتونم هیچ آدم تحلیلگری رو تو درام اصلا نه براش بنویسم نه هدایتش کنم. منتها قصه هایی که تفسیر پذیرن، یعنی یه چیزی که خیلی لوکال رخ بده منتها تفسیر و تعویلای خیلی در لانگ شات داشته باشه، خیلی جذبم میکنه. مخصوصا حرفایی که یا قصه هایی که خود فاعل قصه نمیدونه که امواج این موجب به چه دریاهایی در جهان خواهد رسید، اینا اصلا نشم میکنن، کیف میکنن. بعد الان قصه اینجوری از نویسنده یادتون میاد که این مشخصه رو داشته باشه که یه قصه ساده محلی باشه ولی امواج؟ خیلی. حالا ما با هم این سوال جواب رو که هماهنگ نکردیم که پیش اومد، دربارش بعدن که رسیدیم. در مورد یکی از
همشهریام یک کتابی آوردم به موقع معرفی کتابامون که رسیدیم حرف میزنم و جواب این سوال است. خب میخوای همین الان معرفی اصلا همین الان دوباره شروع کنم. داروش غریب زاده اول به شما بگم که یک فیلمساز خوبی، یعنی سیمرغ فیلم کوتاه و اینها داره و بسیار آدم محجوب و مؤثریه. در زندگی من تاثیراتش از این کتاب که اولین و تنها کتابی که چاپ کرد خیلی بیشتره. میشه رو شونه چپتون بگیرین که دوربین ما هم تصویر کتابو. پس اسمش از تشباد داریوش غریبزاده، مجموعه داستان کوتاه، ناشرش کیه؟ پیرسوک شیرازه. بله. من خیلی اصرار داشتم که به جایی که الان مثلا من امشب اینجا نشستم داریوش غریبزاده نشسته باشه که حالا به هر حال نشده. داریوش غریبزاده یک کارگر ساده چاپخونه است که الان یه حقوق بازنشستگی از قبل 25-30 سال کارگری میگیره و همه اون فاز سینما و ادبیاتی که گفتم پارالل کنار همه اینها در دوست شما دیگه دوستم و مثل والا بگم یه آدم تاثیرگذار در حد معلم، اما من بزرگتر سنم و شأنم. میشه من از آقای داریوش غریبزاده خواهش کنم که مهمان برنامه کتاب باز باشن؟ شما هم یه سفارشی الان تو دوربین بهشون بکنین که اگه میشنون بیان به برنامه ما و مهمان ما باشن. داریوش حالا اگه برنامه میبینی یا بعدن بهت سلام میکنم. خیلی خوشحالم که بیای اینجا، چون میفهمم شبی که تو بیای همه ای چراغا کور میشن و نور تو جذابتر و گرمتر از همه چی خواهد بود. بسیار آدم بی ادا اطوار و مستقیمیه، یعنی هیچ در حرف، در فیلمسازی، در ادبیات که میخوام ازش بخونم. گفتیم که از او قصه‌ای خوشم میاد که خیلی لوکالن ولی تأثیر و تأثیرشون خیلی فراگیرتر از ایناست. یه غرابتی تو قلم این آدمه که بی استمداد از همه دستاوردهای ادبیات مثلا تو 120 سال اخیره، انگاری که گویی که یک نویسنده است انقدر استغنا داره، یقم مناعت تب داره که مثلا این جعبه ابزار ادبیات، همه تکنیک‌های ادبیات اصلا نمیخواد. میگه به ما مثلا مثل یه نجاری که میگه یه چکش یا میخ یا یه اره دستی بدین. مثل فیلمسازهایی در سینما هم هستن، فیلمسازهایی که من خیلی دوستشون دارم و کمترین بهره رو از همه دستاورد مثلا برادران دارده، مثل بلادتار، مثلا در سینما ایران شهید سالس یا کیارستمی. نه عمق میدانهای کم رایج، نه لنزهای عجیب غریب، نه جلوه های عجیبی که حتی دستاوردهای تدوین هم باشن، یعنی نمیخوان در گرامر سینما هم بگن که حالا چه مد چی مثلا حرفو شیک تر به نظر میرسونه، من از اون استفاده کنم، معماری فیلممو اونجوری کنم. این سادگیه که اثر کنه من در این کتاب بسیار دیدم و چقدر خوب میشه اگه چند خطی ازش برم. میخوام حقیقتش نیت کرده بودم که حتی در این حد که داستانش هم پیدا کردم، یکی الان میخونم، حالا اگه تایم بود یا کیفش یا هر چیزی که دیگه هم بشه خیلی خوب خوشحال میشم. بعضی وقتها بچه‌ها مداد را از دو سر میتراشیدند. این کار شگون نداشت، میگفتن اگه دو سر میگفتن اگه دو سر مداد بتراشی ننوبوی آدم میمیره. بوا چه میشه؟ بابا. کلاس چهارم موقع املا نوشتن دیدم اکو که مصغر اکبر باشد. کلاس چهارم موقع املا نوشتن دیدم اکو مدادش را دو سر تراشیده. اکو بچه محل ما نبود و آشنایی مختصر ما به واسطه کلاس درس بود. گفتم اکو بدبخت میشینه، نهت میمیره. خیلی آرام گفت من ننم مرده، دیگه چه میخواه بشه. دلم سوخت، گفتم خب مداد دو سر تراشیدی بوات میمیره. کمی بلندتر گفت بوام هم مرده، رفت دریا، دیگه نیومد، من پیش خالم زندگی میکنم. دیگه عزای من کامل شد. گفتم چند سال مداد دو سر میتراشی؟ گفت از کلاس دوم. گفتم ننت کی مرد؟ گفت کلاس دوم. گفتم بوات؟ گفت کلاس سوم. گفتم آمو رحم خاله بدبختت بکن. با چهره وحشت زده گفت خاله هم بدبخت تو جا افتاده، از اول مهر ناخوشی گرفته. موی تنم از تر سیخ شد. ته کیف اکو پر از مدادهای ریز و دو سر تراشیده بود. دوتایی با کیف رفتیم سمت دریا. همه ی مدادهای دو سر تراشیده را به دریا پرت کردیم. لشکر جنازه روی آب شناور بود. در سکوت تماشاش کردیم. خیلی خوب بود. حالا یک مواجهاتی از این آدمهایی که تو غراب و کشتیهای توی گمرک بودن داره، یک اتفاقات ساده‌ای که پهنای فلسفی اجتماعی برمی‌داره در حد جهان. من حالا یه حسرتی اومد به دلم که کاش این داستان رو زودتر خونده بودم. منم به خاطر اینکه نتراشم، چون با مداد اتود و پنج دهم کار نمی‌کنم، خیلی از مدادامو دو سرش رو می‌تراشم. گفت الان فهمیدم که چه مشکلاتی تو زندگیم از اینجا اومده و امشب یه لشکری هم من رو، حالا توی دریا که نه ولی تو سطل
خالی باید بکنم که بیننده ها احتمالاً میدونن که تو خیلی نویسنده خوبی هستی، نمیدونم من با توضیح بدم. این لطف شماست. سروش صحت از او آدم هایی که بی اطفار می نویسه. کتاب چاپ نکردی؟ نخیر. نکن. شیکتر. بی اطفار می نویسه. من که مجله خیلی زود ورق می زنم و حوصله ندارم، سر نوشتاش وای می سم می خونم و ایقد تظاهر میکنه که اصلا من نویسم بلد نیستم، حالا چون این مجله گفته بیا بنویس من یه چیزی نوشتم، با این تظاهر رو شروع میکنه و بعد یه وقتی میبینی که در محاصره متنش چه جستار باشه چه داستان چه روایتی از هر دست قرار گرفتی. و من خودم که خیلی کم کیف میکنم، ادام خیلی زیاده، کیف میکنم با قلمش. ترکیب خجالت و خوشحالی رو بهش چه حسی میگن؟ دیگه همه چی شده استیکر دیگه، کلام تویی شده الان. باید یه استیکری که ترکیبی از خجالت زیاد و خوشحالی زیاد باشه. نه بدون تعارف گفتم اینا رو. خیلی ممنونم. میگم حالا دیگه هی میخوام سریعتر از بخش خجالت و خوشحالیم بگذرم، چون واقعا هر دو با همه. هیچ وقت گریه میکنین شما؟ بسیار. والا حتی گریه نکنم هم از این مکانیزم هم جوری هست که یهو دیدی بدنت منقبض میشه، چی شاد برای اشک میشه. موقع فیلم دیدن، موقع کتاب خوندن، موقع شعر. من هیچ عمل ناراحت کننده به گریه هم نمیندازه، نه مرگ کسی نه چیزی. من هر اتفاق انسانی سروش به گریه هم، حداقل چشام تر میشه، حتی اگه گریه به صدا ندارم ولی چشام تر میشه و اشک میاد. فیلم دیدنم زیاد، مثلا اگه تو اتوبوس نشسته باشم ببینم مثلا یه میوه فروشی ول کرد اومد دست پیرزنه رد کرد بردش، شک نکن که من دارم از چشام اشک میاد. چرا اینجوریه؟ بعد انگار هر چه آدم سنش بیشتر میشه این بیشتر میشه. برای شما هم همینجوریه؟ داره میشه آره، ولی گریه غمم دیگه کلا از بین رفت، خیلی علاسویه شده برام زندگی. یعنی نه اونقدر دست آورد، نه اثر افسردگی نمیگم ها. شاید تو دنیایی که محبت مهمه ولی کمه، آدم وقتی یه رفتار محبت آمیز، یه رفتار انسانی، یه رفتار دوستانه، یه رفتاری که باعث میشه جهان انسانی، انسانیت بزرگتر بشه، آدمو خیلی بیشتر متاثر میکنه. قطعاً همینه ولاغه. قطعاً. شما خودتون رو بیشتر نویسنده میدونین یا کارگردان؟ من اونقدی به این فکر نمی کنم که خودم کدومش میدونم، ولی قطعاً میدونم که در وجودم چی شعف برانگیز داره. خیلی لیبل نویسنده برام شعف برانگیزتره. همیشه مثلا میگم اگر قرار توی فستیوالی دبیره مثلا با هم رو درواسی داشته باشه، بخوام بهم تقلب برسونه که بابا تو کاندید میخوایم جایزه کارگردانی بدیم یا نویسنده، حتما دلم میخواد جایزه نویسنده. وقتی که توی فرمی قراره که شغلتون رو بنویسیم، بنویسین نویسنده یا کارگردان؟ تو فرم ها نویسنده، ولی هر چی که بهم لیبل بخوره دیگه آقای سعد دیگه از چش خودم هم میفته، نمیدونم چی بخوام اسمش بذارم. تا وقتی که نیستمش یه چیزی، تا وقتی که میخوام برم به اون لیبل برسم برام جذاب، تا لیبل شد. جدیدن یه دونه این پادکست هم منتشر کردم، یه جایش میگم که همیشه میدونید که خیلی پادکستاتون پرطرف داره. آره خیلی هم اتفاقی شد، یه برای مجله همشهری داستان همونجا که شما مینوشتیم کار مینوشتیم، صدام زدن گفتم بیاین یه دونه اینا رو بخونی. یه سری نویسنده ها میان اول مهر و دم عید سال کارا رو میخونیم. بعد تو دلم گفتم این چه کار احمقانه، کی میشینه اینا گوش بده؟ منتها چقدر گوش میکنه؟ آره چون استودیو دم خونم بود رفتم دیدم چه فیدبک اینا، و اصلا استرس زا شده الان برام قضیه. چرا؟ یعنی که اینو که میخوام بگم هیچ جور تحلیلش نکن، چون خودم میگم که جامعه آماریش خیلی کم، ولی یه سری آدما مثلا اینا که میگم زیر 10 تا مثلا میان یه جای تو اینستاگرام یه جای مینویسن که مثلا من پدرم تو آی سی او نمیدونم تو کماه، من اینو براش میذارم، من با فلان داستان فلان کردم فلان، اصلا یه جوری میشم. یعنی یه حس عجیبی پیدا کردم که گاهن که پیش اومده که میگن آقا میخوایم رو اون مثلا یه انیمیشنی درست کنیم یا میخوایم یه جشنواره تئاتر اینو اجرا بریم، اصلا دیگه به حرمت اونا یا از ترس اونا که اونا با اون توی خلوتی مثلا یه جای آتیش درست کردن، دیگه نمیتونم بدمش دست کسی کارش کنه و به جان جفتمون خودم دیگه نمیشنومشون. اصلا توی یه گریپاژ عجیبی افتادم، یه استرس عجیب اومده سمتم که استرس نیستا، مثل یه رسالتی، مثل یه باری، مثل یه رودرواسی، یه جور ایجوری شد برام. خب که خیلی خوبه که. خب من طاقتش ندارم، من اینقدر این آدم نبرد یا جنگجوی توی زمین ها نیستم. چه خواستیم بگیم کشید به اینجا؟ نویسنده هستین یا کارگردان؟ و بعد گفتین که پادکست، گفتین هر چیزی وقتی یه لیبل میخوره دیگه برام از آره. بین میره دیگه، برام اهمیتی این که مثلا داری. که به شما گفتم خوبه که کتابش نمیکنی، منم در مواجهه این پیشنهاد و لطف بودم که خب بیا اینا رو کتاب کنم، میگم نه نمیخواد کتابش. چرا نمیخواین کتابش؟ خیلی شهودی میفهمم که اگه کتابش کردم دیگه ول میکنم این فیلدو کلا ول میکنم دیگه، تاش میخواد بشه که دیگه نمیخوام.
والا من یه مشکل زود سیر یعنی موجود زود سیر شونده ای هستم. ها خواستم این جمله رو الان یادم اومد. تو یکی از این پادکست ها نوشتم که دلم میخواد هیچ وقت وودی آلن رو از نزدیک نبینم. تا همیشه دلم میخواد یه روزی بالاخره از نزدیک ببینمش. چون اگه از نزدیک دیدمش دیگه تمومه. هیچ چی نی. من این جمله رو مشابهش اولین بار از یه دوستم شنیدم درباره کتاب قلعه مالویل. به من گفت که قلعه مالویل رو خوندی، مال روبر مرل که ترجمه آقای محمد قاضی، خیلی کتاب شیرینیه ها. این کتاب اصلا واقعا به نظر میاد قطوره ولی قند و نباته. بعد بهش گفتم که نه نخوندم. گفت خوش به حالت. گفتم معمولا به من میگفتن یه کتابی اگه خوندی به من میگفتن چرا خوندی. آره. گفت خوش به حالت. گفتم چرا؟ گفت که بخونی چه کیفی خواهی کرد، چه لذتی. من دیگه نمیتونم این لذت رو ببرم چون تا حالا 3 بار خوندمش، ولی تو خیلی بهت خوش خواهد گذشت. خیلی عالی، خیلی حرف عجیبی زد. آره. چقدر حسرتش حقیقی بوده اون آدمی که این حرف آره زده. آره آره. و بعد که خوندم الان به هر کی میخوام این کتاب رو بارها معرفی کردم، وقتی میگم نخوندین میگن نه، میگم خوش به حالتون. من این جمله رو از یکی شنیدم، از رضا کاظمی نژاد شنیدم و به شما میگم چون جمله مهمه. به طور کلی تر میدونید مانیفست اون تو این چیزه، میگم زندگی اینقدر زود از هیجان میفته که بذار چیزایی که دلم میخواد، چیزایی که اشتیاقشون رو داشته باشم زیاد باشن و بهشون هم نرسم. یعنی همینجا همین ساعت میگم دیگه دلم میخواد نرسم. آخه یه چیزی، یه نکته فقط اینم بگیم بعد این بخش رو تمامش بکنیم. من یه ضعفی که توی خودم بود، یعنی یه نکته، حالا نمیدونم ضعفه یا نه، تا قبل از اینکه این قرنطینه و کرونا پیش بیاد، بابوش که بارها و بارها و بارها تو همین برنامه خودمون صحبت از کتاب صوتی یا پادکست شده بود، من اهل کتاب صوتی و پادکست نبودم. گفتم حالا هر کسی یه چیزی دوست داره، من دوست دارم کتابو بخونم. توی ایام قرنطینه چون فرصت بیشتر بود و زمان بیشتر بود، یه مواقعی بود که دیگه حال خوندن نداشتم، خسته می‌شدم، اومدم و پادکست رو برای اولین بار و با تازه با یک در واقع موزگیری، با یک سپری که گارد. من که خوش آفرین گاردی که میگفتم من که خوشم نمیاد گوش کردم و بعدم چه دنیای جدید و جالب و بدیعیه. یعنی میشه اینم دوباره یک رسانه است، اینم یک فضای جدیده، اینم یک پنجره جدیده. و الان یکی از لذت ها می شده که مسیرها رو که دارم میرم میام، حالا دیگه قبلا دائم با تلفن زنگامو می زدم، الان دارم میخواد اگه میشه زنگا رو نزنم یه پادکستی گوش بکنم. آره خیلی فراگیر شده. آره آره. آخه بعضی که هم پادکست های جذاب متنوع برای هر سلیقه‌ای توسط کسایی که خیلیشون واقعا آدمایی هن که درست انتخاباشون، از جمله خودتون، اسم احسانوه دیگه، درسته؟ من این توضیح باید بدم. خوب شد. من هیچی ندارم در فضای مجازی به جز یه اینستاگرام کوچیکی. جاهایی که هست لطف کردن کسای اینا رو جمع آوری کردن، کار من هم راحت کردم، من هم همونا رو آدرس میدم به کسی، ولی من نه باز کردم نه میدونم چه. اینو خوب شد الان گفتم، از این فرصت باید میگفتم. ولی میگم کارشون لطف بودا، ولی ما به من تعلق ندارن. یعنی حتی انتخاب اون اسمم، انتخاب اون آغاز یا خانم هر کی که هست، یعنی من نمیدونم خودمو احسان بزنم. حتی نمیشناسین که کی هست اصلا ابدا. منتها چون در داستانک ها معمولا اونایی که واقعی ان، خب آدم ها تو بوشهر با واو همدیگر صدا میزنن و اونا به من میگن احسانو و من هم مینویسم احسانو، اون اومده اون اسمو گذاشت. چقدر بوشهر شهر مهمیه در ادبیات معاصر، اصلا خطه جنوب، خطه جنوب و بوشهر، آدم یک قبیله و لشکر اسم آدم های مهم. یه یادی هم بکنیم از آقای نجف دریابندری و این بخش رو تموم کنیم. نجف دریابندری باعث فیس ما و خوزستانه، چون اگه بخوایم بحث تقسیم غنام برسه، از والدینی بوشهری و در آبادان دنیا اومده و خب در آبادان هم رشد کرده. و هیچ چیزی نمیخوام زیاد در موردش بگم، در مقامی هم نیستم که بخوام در موردش صحبت کنم. در مورد اونقدی که گفتم تحلیل نمیتونم بکنم، شامل کتاب و آثار هم میشه. منتها یک نظم و انضباطی در قلم این آدمه که وقتی میخونیش من باورت نمیشه. مثلا وقتی میشینم رو صندلی چیزم خونم، هممون پاهمون اینجوری میذاریم بالا، سر کتاب نجف دریابندری میتونم پاهم بذارم. سری رد نشیم،
برای اینکه آقای دریابندری حق بزرگی به گردن ادبیات ما دارن. لطفاً این بخش رو شروع، در واقع این صحبت شروع بخش بعدی بود. خیلی خوب، به وقتی رفتیم و برگشتیم دوباره میخوام در مورد از این لحاظ صحبت کنم. چقدر عالی، چقدر عالی دوباره معرفی میکنیم و صحبت میکنیم. خیلی ممنون. سلام، امشب هم با سه پیشنهاد بسته پیشنهادی کتاب باز رو با هم مرور میکنیم. پیشنهاد اول امشب فیلم بهتر از این نمیشه به کارگردانی جیمز ال بروکس. فیلم سینمایی بهتر از این نمیشه ساخته 1997 یک کمدی رمانتیک سرخوش و دلپذیر با نگاهی جدی و عمیق به مفاهیم انسانی است. فیلم داستان نویسنده سالخورده و مشهوری به نام ملوین با بازی جک نیکلسون است. او مبتلا به وسواس است و به همین دلیل بیشتر ساعات روز را در خانه اش می‌گذراند و تنها برای صرف صبحانه به یک کافه مشخص می‌رود. صبحانه اش را سر یک میز مشخص میل می‌کند و فقط هم یک پیشخدمت ثابت را برای سرو این صبحانه قبول دارد. نظم زندگی او درست زمانی به هم می‌ریزد که این پیشخدمت به خاطر بیماری فرزندش نمی‌تواند در کافه حاضر شود و از طرف دیگر همسایه ملوین در جریان سرقت از آپارتمانش مصدوم می‌شود و ملوین وسواسی به ناچار مسئولیت نگهداری از حیوان خانگی او را بر عهده می‌گیرد. این تغییرات ملوین، همسایه‌اش و پیشخدمت را در مسیری جذاب و پر از موقعیت‌های دیدنی و تأمل برانگیز با یکدیگر همسفر می‌کند. تیم فوق‌العاده بازیگران متشکل از جک نیکلسون و هلن هانت که هر دو برای بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار شدند، به خوبی به شخصیت‌های فیلم جان بخشیدند و موسیقی هانس زیمر بیان که بیش از اندازه شنیده شود، زیبا و دلنشین فضا را پر می‌کند. بهتر از این نمیشه با روایتی جذاب ما را با شخصیت‌های پیچیده‌اش در جاده‌ای پر از ایستگاه‌های دراماتیک همراه می‌کند تا در طول فیلم با کشف آنها و دیدن تحولاتشان لذتی ناب را تجربه کنیم و هر از چند گاهی برای تکرار این تجربه مشتاقانه سراغ این فیلم احساسی را بگیریم. پیشنهاد دوم امشب مستند آتلان به کارگردانی معین کریم الدینی. علی مربی اسب هاست. او که مربی توانایی است، اسبی به نام ایلهان را مربیگری می کند. او آرزوهایی در سر دارد. او می خواهد با پیروز شدن این اسب و بردن جایزه ویژه در مسابقه سرمایه ای دست و پا کرده و ازدواج نماید. اما طی کردن این مسیر و رسیدن به آن آرزو کار آسانی نیست، به خصوص وقتی که ایلهان سر ناسازگاری گذاشته باشد. معین کریم‌الدینی با کارگردانی یکی از بهترین مستندهای این چند ساله ماجرای علی و ایلهان را در قالب مستندی دیدنی روایت می‌کند. فیلم چندین بار بیننده را شگفت زده می‌کند با تصاویر مسابقات کورس اسب دوانی، با نشان دادن احساسات واقعی علی و از همه حیرت انگیزتر نمایش تصمیم‌های ایلهان. پیشنهاد می‌کنیم تماشای این قصه عاشقانه را در اولویت کارهایتان قرار دهید. پیشنهاد موسیقی امشب جاودانه با عشق، خواننده محمد نوری. اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد، بهار با همه برگ و بار می‌آمد. گلوی زمزمه پر می شد از ترانه رود، ترنمی به لب جویبار می آمد. برای شنیدن ادامه این شعر شیون فومنی و عاشقانه های دیگر، آلبوم جاودانه با عشق با صدای محمد نوری را پیشنهاد می کنیم. تا بسته پیشنهادی بعدی، خدا نگهدار. آقای عبدیپور، حالا بریم سراغ جناب آقای نجف دریابندری. مجموعه ای از پیشگفتاراش که توی سه تا زمینه ادبیات و تاریخ و فلسفه است و که سر کتاب‌های در این سال‌ها چاپ کرده نوشته، مثلا سر همینگوی‌هاش یا مثلا کارهای تاریخیش یا این تاریخ فلسفه غربی که مقدمه نوشته. من امروز خود داشتم میومدم اینجا خوندم که انگلیس رفته خونه راسل هم رفته، یعنی باش معاشرت هم کرده. مجموعه خیلی داستان شیرینی داره. خیلی همین بگی الان چی معاشرتش؟ من بگم شما میخواییم نه من نمیدونم معاشرتش با راسل شیرینه؟ بله بله، که منتظر راسل هن و بعد راسل میاد تو آقای دریابندری وایساده داره به خونه نگاه میکنه و بعد راسل خیلی شیک و آراسته و صحبت هایی که میکنن و چایی که با هم نوشن خیلی دلانگیزه دیگه. خیلی 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 مثل همون متن شما که گفتم که اظهار فضل نمیکنه بعد میگیرتت. خیلی برام خوشاینده که ما داریم از یک انسان فریقته ای که
تاریخ ادبیات و ترجمه و حتی فلسفه و بعد جامعه شناسی ایران بهش وام داره حرف بزنیم که نه دیپلم داشته و نه جایی مدرسی رفته مثلا زبان یاد گرفته و کسی بهش هیچ آموزشی داده. اینا از اون آدمایی هستند که فکر کردن بهش آدمو به زندگی برمیگردن. خیلی جذاب بوده که همون با سینما و حشر و نشر و معاشرت با انگلیسیایی تو آبادان به این مرحله رسیده. و بعد مثلا تاریخ فلسفه راسل و حالا که صحبت شد وقتی که آقای دریابندری میفته زندان در سن جوونی مثلا 20 چند ساله آره بوده. آره به صفدار تقی‌زاده میگه اینا رو برام وردا بیار. آره و بعد میگم تو سن زیر 25 فکر کنم 23 سالگی حدس میذارم 23 سالگی خیلی جوون بوده به هر حال. بله. میگه یه تورقش کرده بودم حالا بیار میخوام برم تو کارش. مجموعه از این مقدمه ها شدن یه کتابی و به حق به نظرم محمد زهرایی و نشر کارنامه انتخاب درستی کردن که صدای زدن که بیا اینا رو جمع کن. وقتی به نظرم اول باید آراء دریابندری درباره همینگوی رو بخونی بعد همینگوی بخونی، اول اینا رو بخونی بعد فاکنر بخونی. و همونجور که داشتم حرف می‌زدم این که یک نثری است در وانفسایی که تمام زندگی داره کپشن تور میشن و همه حتی تو سینما آدم‌های بزرگی تو سینما من تو هشت و نهش باشم می‌بینم که تو استعمال کلمات مخصوصا انگلیسی دارن هم سبقت می‌گیرن و کلمات خیلی خیلی یومیه و دم دستی که روزی هزار بار تکرار می‌کنیم و مابعضای انگلیسیش میگن و همه چی آشفته شده، این نثر انگار یک نسیمی از سمت فردوسی داره به تو می‌وزه. این و منوچهر انور. از این جهت خیلی دلم می‌خواست که حالا فقط یادی ازش کرده باشیم این کتابو معرفی کنم. قبلش احسان رضایی بهم گفت دوباره‌اش حرف بزن، گفتم هیچ اشکال نداره که یه بار دیگه بالاخره یکی از این برنامه رو ببینه اون نبینه. از این لحاظ از نجف دریابندری نشر کارنامه منتشر کرده. نشر کارنامه کلا رو قیمتاش ولی خیلی پافشاری داره به خاطر اینکه خیلی پاک و پاکیزه و منقح کتاباشون هست اینا، حالا یه ذره شاید گرونتره. من میگم اگه بخوایم یه صفحه اینستاگرامی درست کنیم که کیا در حسرت مستطاب و آشپزی بودن، صفحه میلیونی میشه. یعنی عده زیادی از آدمان که دیدنش و تمام این سالا از مثلا 30-40 تومانی که بوده تا الان پولشون نمیرسیده به مستطاب و آشپزی که بخرنش. برای خیلی اصولا معضل گرام اونم کارنامه است دیگه، درست میگم؟ بله. چه جوری میشه آدم به نظر شما چیکار میتونه بکنه که قیمت کتاب ارزون تر بشه؟ من اصلا هیچ سررشته از نشر ندارم، ولی به نسبت که داریم نگاه میکنیم به نسبت همکاراش و نشرهای دیگه هم این نشر گرونتریه، ولی خب خیلی نشر شیکیه. بله. خیلی قابل احترام، دیسیپلین داره. شما پس فعلا داستاناتونو به صورت کتاب نمیخواین چاپ کنید؟ نه. و اصولا کتاب داستان نمیخواین بنویسین؟ نه، اصلا کتاب داستان هم نمیخواین بنویسین؟ در یک صورت که بخوام رمان بنویسم وقت نمیشه جور دیگه منتشرش کرد. و ممکنه بخواین رمان بنویسین؟ ممکنه. آره. چرا رمان رو همیشه به صورت کتاب صوتی، یعنی تا حالا به کتاب صوتی هم فکر کردی؟ آره، ولی 30-40 پاره میشه دیگه. آره. ممکنه که پس روزی ما رمانی از شما رو بخونیم. دوستان شما از جمله آقای احسان رضایی که اتفاقا شما هم اسمشون رو گفتین و کارشناس کتاب برنامه ما هم هستن، میگن که احسان عبدی‌پور زیاد کتاب نمیخونه ولی یه کتاب دفعه میبینی 10 بار میخونه، 20 بار میخونه، 30 بار میخونه. درسته این حرف؟ 20 نه، ولی شق اولش درست. زیاد فیلم هم نمیبینم، حالا این روبنگیستره. ولی روی چیزی هم که دلم ببره خیمه میزنم. یعنی بسیار پیش اومده که کتاب 500-600 صفحه خوندم، همین صفحه آخرش که بستم صفحه یک رو دوباره شروع کردم. مثلا چه کتاب؟ مثلا این آخریش جزء به کل این کارو کردم. یا الان بار هستی دستم بار سومه. با فاصله دارم می‌کنم ولی بار سوم. ولی جزء به کل نفس نخورد. به جز 150 صفحه آخرش که اصلا نمیدونم چرا نوشته یارو و خوندمش بارم. همینجوری مثل دور زدم، دور برگردم، دور زدم از اولش نشستم خوندنش. فیلمم هست که اینجوری چند بار دیده باشی. بله حتما. میشه برادران داردن و سابیدم مثلا دوست دارم. مثلا بلاتارا رو تقریبا دوست دارم. شهید سالس رو دوست دارم. در فیلم کمتر پیش میاد. فیلم های ممکنه فیلم به خاطر که با یه جمع دیگه ببینم، حالا هیجاناتمو به اونا بگم، باز فیلم هایو دیده باشم بسیار، ولی فیلم که خودم تنهایی ببینم شامل این دسته از فیلم ها میشن. ولی زیاد فیلم بین نیستم، زیاد سریال بین نیستم و فکر میکنم همینم ادامه خواهم داد، چون یه تشتتی میاد سراغم که من نمیتونم ذهنمو فرماندهی کنم. یعنی من آدم قائم به ذاتی نیستم، نمیتونم رو نگرش خودم پافشاری کنم. با در و پنجره های زیادی که باعث بشن دکور خونمو به هم میریزن داخل. آدم هایی هستن که میتونن خودشون محافظت کنن، من اون نیستم. با چی ادامه دادین و چه کتابایی براتون خیلی کتابای شاخص و تاثیرگذاری شده در سالهایی که کتاب خوندین تا به حال؟ من نقطه شروع هم یادم دقیقاً سال دوم راهنمایی بودم، ممرضا صفدری چاپ یک سیاسنبور داده بود بیرون و خب بالاخره که بوشهری بود و
خیلی برام اون چیز عجیب غریبی بود، خیلی برام خوشایند بود. عجیب غریب که نبود، دیگران داشتن کار میکردن، خیلی خوشایند بود. این کتاب رو می آوردم مدرسه و به خاطر اینکه تو اون سن نمیدونستم حساسیت بچه‌ها چی، میگفتم آقا این 4 5 تا جاش هم فوش هست، حال فوشه خوبیه، اینا رو میدادم بچه‌ها بخونن، بخونن یکی یکی. بعد سیاسم بو کتابیه که سخته یه ذره خوندنش برای بچه راهنمایی. بعضی تاثیرات تاثیر کلامی و مخصوصا در حوزه شهرستان و اقلیت‌ها دارم. فکر کنم من یه ارمنی ام. یه ارمنی کوچکترین یه ورزشکار ارمنی که به یک جایی برسه، مثلا بشه اتمام بزیک، بشه اتمام اختر، سرانه اعتماد به نفس ارمنی‌ها رو میبره بالا. برای من بوشهری وقتی یک نویسنده داشتیم با تیراژ خوب، سرانه اعتماد به نفسمو می آورد بالا. این کارکر رو در من داشت. کما اینکه فوتبالیست شدن مهدی طارمی و حسین معینی کلی بچه 16 17 ساله تحویل لیگ برتر داد. ببین تو مغزت میگه اصلا خیلی درسته دیگه. مغزت میگه با همین خیابونا، با همین دریا، با همین سوپرمارکت ها تو میشی فوروارد تیم ملی. مثلا تیم والیبال ما که وقتی که یه دفعه نشون داد که چه قدرتی میتونه والیبال ما داشته باشه در آسیا، مردم والیبال بازی کردن. الان دیگه یه دفعه اصلا والیبال ما شکوفا شد. وقتی که نمیدونم پرتاب دیسک ما تونست یه مقامی بیاره، پرتاب دیسک به چشم اومد. میدونین هر کدوم اینا وقتی به چشم میاد آدم میگه پس میشه، پس شاید منم بتونم این کارو بکنم. تو اقلیت ها اینا خیلی بیشتر کار کردن. و این اتفاق میگم با اینا، با اون سالها با ادبیات من با اینا شروع شد. همیشه یه مثالی میزنم، میگم مثل بچه که این ملاجش آبلنبو هست، یک سال خورده سفت میشه. من با اونا سفت شد. با اینکه من الان سینمای قصه گوی رود دراز حراف میسازم، ولی چرا باید بلاتر نگاه کنم؟ من چرا باید عاشق شهید سالس باشم؟ مثلا این پارادوکس عظیمه، ولی من عاشقشونم. چرا باید بلاتر رو مثلا همین یکی دو سال پیش به واسطه دوست فیلمسازی داشتم احمد برامی به اون شناختم، ولی وقتی دیدم آ چقدر اوکی، چقدر عالیه، من چقدر خوبم با این، چرا شهید سالس رو بعد من بگم یک اتفاق ساده رو چقدر دیدم، بعد چقدر دیدم دوباره رفتم فیلمنامه‌اش خوندم، چه اتفاقی اونجا میفته؟ اصلا چه رفرنسی در سینما ایران به اون فیلم میشه؟ حرف تو حرف میشه، نمیفهمیم داریم. خب اصلا خوبیش اینه که حرف تو حرف میشه. حالا آره بابا، اصلا خوبیش اینه که داریم با هم حرف میزنیم و خیلی هم همه چی، من که فکر میکنم یکی از برنامه‌های شاخص ماست. کتاب بعدی که آوردین، متاسفانه کتاب بعدی در اون برنامه کار شده، ولی از معدود جاهایی که میخوام اصرار و پافشاری کنم و دربارش حرف بزنم. این کتاب شما مفصلا در موردش صحبت کردیم، شونه چپ اینجا. بله. همه دروغ میگویند و دیگه حالا دربارش حرف نمیزنیم. نه حتما حرف بزنین دیگه، حتما. نه در مورد فیزیکالش حرف نمیزنیم. من چیزی که تحت تاثیر هم قرار داد این کتاب، چون از لحظه تصمیم به چاپش در جریانش بودم و اصرار میکردم و اصرار که نه، ناشر میخواست کارش کنه و من هی قش قوت قلب میدادم که از موانع ارشاد رد بشه و این کتابو به چاپ برسونه، یهو مواجه شدم سروش با یک، به قول به تعبیر خود نویسنده، با یک حکمت دیجیتالی که اصلا ما از جنسش تا الان نداشتیم. همونطور که توی کتاب اشاره میشه، هر نوع پایش هر نوع آمارگیری های میدانی یا هر جوری در سایت ها و هر چیزی، آدم ها رو اونقدری صادق نمی کنه که همه ماسکاشون و نقاباشون رو بردارن. به هر حال من اگه همین الان یه دختری مثلا تقاطع فلسطین ولی از بخواد با من صحبت کنه در مورد یه ماکارونی، در مورد محصول، به هر حال جلو همون یه دونه پرسشگر که اینجوری وایسیده، میخوام از خودم یه آدم شیک‌تر و یا یکم مثلا با شعورتری ارائه بدم و هر ملاحظاتی، به هر حال دیگه ته ته حرفامو نمیگم. اما اینجا یه چیز اتفاق عجیب غریبی میفته، چون این مبتنی بر من، چون شما دربارش حرف زدین، از ما خیلی هم حرف زدیم. آره من میخواستم فکر کنم یه نفر الان این برنامه رو داره میبینه و اون برنامه رو نیده. این مبتنی بر یک ابرداده هایی است که این آقای ست استیونز دیوید دوویتس، حالا اسمش هم سخته، به هر دلیلی اول گوگل و بعد فیسبوک مجاب میشن که همه سرچ ها و داده هاشون رو در اختیار یه آدم قرار بدن. این هم یه آدم نخبه هاروارد بوده. از این ابر دیتا ها به یک نتایج و استنتاجات عجیب غریبی در مورد بشر میرسه. حالا موردیاش بماند، در مورد بشر، علایق سیاسیش، علایق نجات پرستانش، مسائل جنسیش، مشکلات جنسیش، اعتقاداتش، باورهاش. چون یه حرف عجیبی میزنم، مثل همین پوستری که کار کردم و خیلی پوستر درجه یکی، میگه که هر سرچی برای اینفورمیشن خودش یک اینفورمیشن است. تو داری دنبال یک سوال، جواب یک سوالی میگردی، ولی از بالاتر یکی داره به تو نگاه میکنه که اصلا سوالت چیه. اینا از قبل اینکه آدم ها سوال مطرح میکردن، گاهن تونستن
در یک منطقه تشخیص بدن اونجا داره سرطان کبد شایع میشه، چون گفت همزمان آدمهایی که کمردرد و زردی رنگ پوست رو سرچ میکردن زیاد شدن و به وزارت بهداشت گفت اونجا سرطان کبد ممکنه اوت پیدا کنه و اگر زود بهش برسید عمر باقی ماندهشون دو برابر میشه و مخالفت کردن و رفتن پیش گرفتن. یک دستاورد خیلی به نظرم یه حکمت جدیدی، یعنی اگر همه این دیتاها اگر در اختیار مثلا فیلسوفان اسلامی، فیلسوفای ایرانی، فیلسوفای غرب یا فروید، اگه من میگم اگه فروید یه روز میرفت تو دفتر کار فیسبوک یا گوگل میشست و حالا میتونست با تحلیل این دیتا اون حرفا رو بزنه چه اتفاقی؟ یه بخش هم درباره فروید هست، خیلی بخش مهمی هم هست، چه اتفاقی عجیب غریب. یه چیز اگه یادت مونده باشه میخوام بگم دیتا ها چقدر جالب شدن. میگه ما از طریق عکس برداری های فضایی که نیرو هوایی امریکایی یه جای دیگه میکرد تونستیم بفهمیم تولید ناخالص ملی چه کشورهایی پیشرفت کرده یا نه، چون میگفت کشورهایی در حال توسعه کامپیوترایز نیستن، یعنی صنایع و همه چیو نمیشه خوب رصد کنی که ببینی الان وضع تولید ناخالص ملی چطوره. میگه از آسمان از میزان نور شب اون شهرها فهمیدیم ما چه شهری در حال پیشرفت چه داره پسرفت میکنه، چون ارتباط مستقیمی داشت با تمول. شما اگر پول داشتی موقع خواب چراغ بالکنت هم روشن میذاشتی، خیابانات پر نورتر بودن، میگفت صدق میکرد. مالزی داشت عقب میرفت، کره جنوبی داشت میومد بالا، کره شمالی سر جاش بود، اینجوری بود اینجوری بود. خیلی عجیب، یعنی این دیتاها و هیچ دروغی دیگه در اینها نیست. میگه شبی که مثلا در مورد تبعیض نژادی حرف می‌زنه، میگه شبی که اوباما رای آورد سرچ در مورد جوکای کاکاسیا تو آمریکا اوج گرفت، یعنی مردم آمریکا رای آورده بود ادای همترازی جنسی و نژادی رو در می آوردن، ولی شب ساعت 1-2 تو خلوت صفحه‌شون کلید کردن که جوک نیگر، چند تا جوک کاکاسیایی بگی دلمون خنک بشه حالا که ای شده رئیس جمهور. بنابراین خیلی توصیه می‌کنم آدم‌ها اینو بخونن، توصیه می‌کنم آدم‌هایی که در صدر در محل تصمیم گیری برای یک کشور و سرزمین هستن اینا رو بخونم و کتاب خوبیه. من خیلی خوشحالم که شما این کتاب معرفی کردین، چون این کتاب یکی از کتابای خیلی تاثیرگذار زندگی من و به خصوص سالهای اخیر برای منم بوده. بله. نشرش هم بگم نشر گمانه. آره. یکم یه چیز تو پرانتز بگم. بله حتما. این پسر همشهری منه، همستانی منه و از یک کف به معنای مطلق خودش رسونده اینجا و داره این نشر رو میگردونه. خیلی دوستش دارم، خیلی بچه‌ای باشه. امیدوارم که پس منم یه ذره درباره این کتاب تعریف و تمجید بکنم. با افتخار. اولا که این سری نشر گمان، چه سری قبلش که تا یه جایی اومد و بعد دوباره سری جدید شروع شد، همه کتاباش به شدت به شدت به شدت خواندنی هستن. انتخابای خوب، یکی از نکات ویژه این کتاب که با چند ترجمه است، منم این ترجمه رو خوندم، ترجمه خیلی خوب خانم ریحانه عبدیه که با وجود که بسیار جوان هستن ایشون، ولی واقعا کتاب آدم لذت میبره. شما ویراستارش این درسته؟ ویراستارش نیستم، از همون پروسه تهیجش من نمونه خانیش هم کردم. آره خیلی خوب. یه چیزی یادم اومده بگم. بله همه هی خیلی جالبه. میگه که فیسبوک یهو اومد یه آپشن اضافه کرد که میتونی همزمان که سروش و ساعت رو فالو میکنی ببینی که کجا رفته، چه علایقی داره، صفحه های دیگران رو چیکار کرد. یهو یه انقلابی در گرفت، همه مخالفت کردن و یارو تعریف کنه، میگه به زاکربرگ گفتن بیا اینجا از حماقت دست بردار، دارن یه توماری بر علیهت امضا میکنن، 700 هزار تا امضا تا الان جمع شده. میگه همونطور که صندلی لم داده بود بلند هم نشد. گفت درستن خوبه. گفتم چه درستن، داره تمام معبود فیسبوک زیر سوال می گفت درستن، هیچیش نمیشه. گفتم چطور هیچیش نمیشه؟ گفت اگر ما مثلا 10 میلیون کاربر داشتیم الان شدیم 18 میلیون و من بذار بهت بگم که چند تا تو تومار جمع شدن. گفت 700 هزار تا. گفت 11 میلیون دارن سر میکشن تو زندگی هم ببینیم کی چیکار کرده. گفت رفتارشون چیز دیگه است، بذار تومار جمع کنن. تم این کتاب اینه که رفتارمون در خلوت چیز دیگری است، هر چی می‌خوایم تا بگیم ادعامون چیز دیگه یه، رفتارمون چیز دیگه اصلا ایه. آگاهانه ناآگاهانه یه مسائلی داریم که رو نمی‌کنیم دیگه. آن چیزی که ما تنهاییم توی اتاق تاریک اینجاست، توی این ابر دیتاها که میتونن به تحلیل داده منتج بشن. این آقای ست استیونز دایویدوویتز که خودش لیسانس و فوق لیسانسش فلسفه بوده و بعد رفته روی داده‌ها و همونجوری که شما گفتین هاروارد درس خونده، خیلی خیلی هم جوونه، یعنی الان حدوداً 36-37 سالش بچه قلم شیرینی داره، واقعا شیرین و یه تنزی. آره و این کتاب با وجود که کتاب داستانی نیست، هیجان و لذت و کشش یک کتاب داستانی داره، چون عینه آینه ایه که ما خودمون رو توش میبینیم، خودی که برای خودمون هم جدیده، یعنی میگیم
منم اینجوریم، ولی عجیبه که حتی نمیخواستم به خودم بگم. و این دیده و این دیده، یعنی کتاب فکر میکنم برای هر سلیقه‌ای، همینجور که آقای عبدیپور گفتن، از رده‌های مدیریتی خیلی خیلی بالا تا جوانایی که دارن به آیندهشون فکر میکنن، تا آدم برای زندگی روزمرهش، برای پدر، برای مادر، برای زوج جوانی که میخوان با هم ازدواج کنن، برای همه اینا مطالبی داره که خب خیلی خیلی شیرینش میکنه. خیلی ممنونم از این کتاب واقعا مهمی که معرفی کردین. قرار بود یه قصه دیگه هم برامو بخونید. بله، از داریوش غریب‌زاده و تشبات. یه داستانی میخوام بکنم در مورد یک زن سیاه‌پوستیه. این از اوناست که میگم یک برش خیلی ساده است، ولی داستان اینجا که تموم میشه ادامه داره، باعث میاد با من که این کارو کرده. حلیمه زن سیاه‌پوست بسیار مهربانی بود. گاهی خانه ما میآمد، مادرم چای دم میکرد و دوتایی توی حیاط قلیان میکشیدند و چای مینوشیدند. در تابستان به شکل عجیبی مورچه ها هجوم میآوردند. تمام زندگی ما میشد مورچه. قندان پر از شکر و شکر مالامال مورچه بود. حتی به اعماق شکر نفوذ میکردند. قاشق که تو شکر میرفت، مورچه از زیرش فرار میکرد و من حیران بودم که چگونه میتوانند زیر آن توده شکر زنده بمانند. حلیمه با دست‌های پیر و چروکیدهش آهسته و با دقت فراوان قاشق تو قندان می‌زد. مورچه‌های سیاه پراکنده می‌شدند. بخار از استکان چای داغ و لبسوز برمی‌خواست. حلیمه نلبکی برمی‌داشت و قاشق شکر را داخل نلبکی خالی می‌کرد. دانه دانه مورچه‌های سیاه را با مهربانی و حوصله جدا می‌کرد و وقتی مطمئن می‌شد هیچ مورچه‌ای تو شکر نیست، آن را در استکان چای داغ می‌ریخت. من این وسواس را و دقت را نزد هیچ کس دیگری ندیده بودم. حلیمه هزار تا قصه هم بیشتر بلد بود. همیشه برامان قصه تعریف میکرد. یک روز دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و دلیل دقتش در جدا کردن مورچه ها را پرسیدم. سرم را رو زانوش گذاشت، موهام را با دستهای چروکیده و سیاهش نوازش کرد و با لحنی آکنده از حسرت و بغض گفت: خیلی خیلی سال پیش ننه ما یه بچه کوچیکی تو زنگبار ویده. تاجرا میان سیاها میخرن. حکایت حلیمه طولانی است. خلاصش این است که تجارت برده قدغن می شود و آنها را به شکل قاچاق لابلای تنه های درخت هر را قایم می کنند برای آوردن تو بوشهر، یعنی تو خن کشتی یا جاز لابلای درخت. تنه درخت هر را چندل نام دارد و هنوز در سقف خانه های قدیمی بوشهر موجود است. در گمرک بوشهر برای کشف برده قاچاق دیگهای آبجوش تهیه و توی انبار لنجها لابلای انبوه چندل ها خالی می کردند. بلند شدن صدای جیغ بر وجود برده دلالت می کرده و موجب جریمه تاجر می شده است. حلیمه با دقت مورچه های سیاه را از شکر سفید جدا کرد و گفت: ننه ما هم می سوزه و از بس می سوزه غش می کنه. بعد دستش را به طرف چشمش برد و اشکش را پاک کند. مورچه ای روی دستش را می رفت، اما به زحمت پیدا بود. رفت و رفت تا توی سیاهی گم شد. بسیار عالی. خوب نی؟ عالیه. از خوب خوبتر. یه درد کهنه 180-150 ساله زنده میکنه. و تصویر آخریش یه مورچه میره تا توی سیاهی گم میشه. آقای عبدیپور، من نمیدونم ما چند فصل دیگه کتاب باز رو ادامه خواهیم داد. من دلم میخواد زیاد باشه. میشه هر فصل یه بار مهمان ما باشین؟ ها با افتخار، اینجوری نگین. من اینقدر خب نمیخوام آره نش الان بگیرم از تو. خیلی. پس میایین هر فصل یه بار دیگه، فصل یه بار که افتخار. این دعوت شما رو جزو رزومه هم نگه میدارم. اینو میشه بنویسیم. خیلی خیلی ممنونم. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم. لطفاً یکی از سردیس‌های ما رو انتخاب بفرمایین و به رسم یادگار قبول کنین. چشم. بفرمایین، خواهش میکنم. با افتخار. بفرمایین. خوان جون، این صاحب محله مونه، صنایع رو برمی‌دارم. آه، شما در محله صنایع زندگی میکنین. بله. خب علتش هم که گفتین بسیار هم عالی. من اگه اجازه بدین یه عکس بگیرم و یه توضیح برای بیننده های عزیزمون بدم که چون صحبت با جناب عبدیپور گل انداخت و شیرین بود، ما دیگه در این برنامه کارشناس نداریم و برنامه رو همینجا تمام خواهیم کرد. این عکس رو به یادگار من با شما بگیرم. 3-2-1. جناب عبدیپور، ما همچنان آرزومون در برنامه کتاب‌باز اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن، بیشتر کتاب بخونن و مواظب سلامتیشون هم باشن. انشالله.
همچنین شما، برقرار باشید. ممنون از شما که برنامه ما رو دیدید و خدا نگهدار شما. شب 29. پس برهنه شدم، آفتاب سوخته تر از آنم نمی کرد که آتش فراق. بیابان سنگ بود و خاک، من نیز آتش بود، من نیز تنها بود در میان، من نیز. پس دریافتم که بیابانم سوخته در آتش نمی سوزد، خاکستر می شود. آمدم که خاکستر شوم در عشق، و باد مرا ببرد و پای معشوق بریزد. باد در بیابان می پیچد، بانگ در بیابان می پیچد، تو را صدا می زنم تا باد صدایم را در گوش تو بپیچاند. من خشکم و تلخم و شعله‌ور، نه خاری که به تندی بسوزد، درختی که آهسته آهسته در می‌یابد سوختن را، و تلخ می‌شود، نه چون بادام که زهر. اگر مرا سر بکشی میمیری، مرا زمین بریز تا به خاک بیفتم پیش پایت، که عشق در زمین گسترده شود با هر دانه خاک که به سویی میرود. اگر بیایی شاید ندانی که این سنگ است یا من که در میان کوه ایستاده. دیگر نخواهی شناخت غار را از تنهایی من، در فراقت کندم و کاویدم. گرچه آنچه به گوشت رسیده شاید وصف دیوانه‌ای باشد که بیستون را به تیشه‌ای می خراشد، اما من خود را خراشیدم در میان تیشه‌هایی که به کوه‌ها کوفتم. کندم و کاویدم آنقدر که در سنگ ها پیامی یافتم که به مکتب خوانده نمی شد، با دل خواندم. نمی دانم رد تیشه من بود که در هذیان و تب به جان سنگ ها نشسته بود، یا خطی از جانان. هرچه بود الفبا نبود، چرا که الفبا نمی دانم. خط را تنها در سرمه چشم تو خوانده بودم، چیزی دیگر بود. گویی خود خودش را می خواند که می گفت سفر تلخ بود و جانگداز. بسم الله الرحمن الرحیم. فردا میرسیم به قسم، قسم به فجر، به ظهر، به شب، به تین، به زمین، به زمان. فردا آیه ها کوچک میشوند، فردا آیه های کوچک تکان های بزرگ میدهند. یعمل مثقال ذره. فردا نشان لای قرآنمان میافتد نزدیک پشت جلد. فردا بالای هر صفحه نوشته سیوم، و آدم هی یادش می افتد که ماه لاغر شده. فردا هی آدم ها دو صف می شوند، وجوه یوم اذن نائمه و وجوه یوم اذن علیها غبره، و ما بین دو صف هروله می کنیم با عشق و با امید. گاهی می افتیم این ور، گاهی آن ور، کالفراش المبثوث. فردا تمام خسرانمان را قسم می خوریم به عصر. فردا آخرش به پناه ختم می شود، پناه به تو،
از شبی که بناست جهان را در برگیرد. پناه به پروردگار مردم. فردا